العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا ولا يفترقان حتى يردا علي الحوض. خداوند ان شاء الله قلوب همگی ما را به نور ایمان و قرآن و عترت منور فرماید، جهت تعجیل در فرج امام زمان و من صلواتی ختم فرمید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الشريف. شب رحلت وجود مقدس سید انبیاء سید کائنات حضرت ختمی مرتبت و همچنین شهادت سبت اکبر اون حضرت امام مصطفی علیه السلام است. انشاءالله خداوند روزی همه ما بگرداند، هرچه زودتر هم زیارت پیغمبر اکرم هم زیارت قبرستان بقیع امام مصطفی علیه السلام نثار روح این بزرگواران صلوات قراء دیگری ختم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون دو مناسبت است بر آنکه جمع بین حقین بشه دو قسمت بحث میکنیم. اول جملاتی راجع به سید انبیا عرض میکنم. وجود مقدس پیغمبر اکرم که فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایشان فرستاده شدن رحمتا للعالمین، برای رحمت واسعه حق بر عالمیان اون حضرت آمدن و چی کردن؟ موقعی که آمد مردم به تعبیر امیرالمؤمنین افکارشون عقایدشون بین مشبه لله به خلقه او ملحد فی اسمه او مشیر الی غیره، مردم در باب توحید وضع این چنینی داشتن یا تشبیه مشبهه بودن، یعنی تشبیه کردن تشبیه می کردن خدا را به خلقش، یا ملحد در اسم بودند، کسانی که نشناسن خدا را و ما قدر الله حق قدره سر به الحاد و دشمنی می زنن، یا میخوان تعریف کنن او را مردم رو به انحراف میکشانن بین افراد و تفرید. در چنین وضعی آمد و توحیدی رو که بنا کرد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این تسبیحات رو آورد که دقت اگر به
بشود به این کلمات و این توحیدی که وجود مقدسش آورد و قرآنی که این توحید رو معرفی کرد از دلم مبارک او صادر شد کلام خدا و او بشیر و نذیر شد برای مردم که برساند به مردم و خوب هم رساند و خوب هم تبلیغ کرد و زحمت کشید که همه بشریت امروز اگر منها کنیم توحید حقیقی اسلام را، توحیدی که خاتم آورده، اگر منها کنیم بشر همه کمیتشون لنگ، از مسیحیت چی در میاد، از یهودیت چی در میاد. قالت الیهود عزیر ابن الله و قال النصارى مسیح ابن الله. یهود چی میگه، نصارا چی میگن، او میگه عزیر پسر خداست، این میگه مسیح پسر خداست. مردم اینجوری هن. وقتی توجیه هم میکنن در یکی از این عرض میشود که تلویزیون هایی که الان زیاد ماشاءالله این روزها شما باز میکنید و مسئولیت هم این روزها بیشتره. خب قدیم اینجور نبود. الان مردم تو خانه شون که میشینن این پیچ تلویزیون رو که باز میکنن، اینترنت رو که باز میکنن، همه چی میاد. با قول یکی از آقایون میگفت که یه عرض میشود که این اخیری برای ما آخوندام عرض میشود که چیز آمده، بالاخره چی میگن، هوو میگن، بله بله، یه عده میشینن دیگه تو خونه، میگن همینجا دیگه، هم روزه هست، هم عرض میشود که مجلس هست، هم آخون هست، هم شعر هست، هم سیه زنی هست. البته خب خوبه برای بعضی وقتا که انسان که سالت داره مریضه یا مثلا خب، ولیکن این مجالس چیز دیگریست، یعنی اقامه مجالس اهل بیت. سابقا اینجور نبود در ایران مثلا. خب در ایران قبل از انقلاب من یادمه خود در تلویزیون رادیو که اصلا مؤمنی نداشتن در خانه هاشون و مجالسی نبود، مجالسی هم برگزار نمی شود. بیشتر مجالس حسینیه ها، مساجد، این ها مردم می رفتن و در همین این خیر و برکت، در همین مجالس، همین برخوردها، کنار هم بودن ها، عرض می شود که ملاقات ها و خب مجالس زیاد. الان دیگه عرض می شود که کانال های مختلف برای سلایق مختلف هست. از اون طرف هم هست، از اون طرف هم بمباران تبلیغاتی عرض می شود که هم ملحدن، همی که امیر المؤمنین فرمود بین مشبه لله بغیره او ملحدن فی اسمه او مشیر الی غیره، هر سه نوعش در این کانال ها هست. هم کسانی که ملحد با خدا هستن دارن، اون کسانی که میخوان خدا رو معرفی کنن، تشبیه میکنن بین افراد و تفرید، و مع الاسف این هست. خب وظیفه هم هم هست، تنها وظیفه ما عرض می شود که آخونده ها نیست که بگن آقا این کار مربوط به آقایون روحانیون اینها. نه، ما بیشتر وظیفه داریم، ولی شما ها هم وظیفه دارید. هر کس به قدر توانایی خودش که می توانه باید کمک بکنه در این معضل که الان افکار رو مسموم می کنن، مخصوصا جوان ها رو، با شبه براکنی هایی که می کنن، حرف هایی که می زنن، مسائلی که مطرح می کنن. و متاسفانه فرق اینه، اون کسی که شبه رو
عرض می شود که مطرح می کنه شبهه با دو کلمه سه کلمه بله گفته می شه. اما جوابش تا این که از توی این مشکل از تو قلب این طرف ریشه‌کن بشه خیلی کار می بره و خیلی زحمت می خواد. در یکی از این مباحثات من دیدم در یکی از این تلویزیون ها یه آقای زنگ زد در عرض 5 دقیقه شاید 10 تا شبهه مطرح کرد. این آقایی که میخواست جواب بده گفت خب ایشون 5 دقیقه شما هم پر گفت 5 دقیقه من نمیتونم جواب این 5 دقیقه بله و این باید اقلش مثلا 1 ساعت باشه که بشه یک مثلا برای هر کدوم جواب داد و این مشکلات هست. اما خود برگزاری این مجالس الحمدلله در این عرض می شود که بله ما خوشبختانه اینجا چون دیوار داریم خدا حفظ کنه این آقای حاج حسین تهرانی و این برادران عراقی اینجا تقریبا 4-5 سال پیش این دیوار رو درست کردیم جیبراک زد این طرف اون طرف وسطش هم پشمی شیشه. گفتن پشمی شیشه برای چی اینجا که سروانه بود گفت میخوایی صدای خانم ما نیاد. بله میدونست اون چند سال پیش چه خبر. ما الان صدا نمیشنویم ولی تذکر میدن بعضی از خانم ها میخوان گوش کنن. بعضی از خانم ها عرض میشن دارن بچه هاشون رو ساکت میکنن خودشون که حرف نمیزنن خانم ها همه متوجهن و تقاضا میکنیم از عزیزان کسانی که میخوان گوش بدن اینها حق الناس میشه خواهرها توجه کنن یه خورده مجلس رو انشاءالله بهره برداری بیشتری بشه. شب رحلت پیغمبر شب شهادت امام حسن فرصت برای حرف زدن هست. بعد از مجلس اینجا 1-2 ساعت بیشتر کمتر بشینن صحبت بکنن و خوب هم هست با هم دیگه معنوس باشن. اما عرض می شود که موقع مجلس نه، موقع مجلس رو بذارید به احترام پیغمبر به احترام امام مجتبی علیه السلام و انشاءالله مسئله نظافت رو هم رعایت کنن. خانم من بعضی تذکرات رو واقعا شرمنده میشم بدم روی منبر ولیکن معل اصف میبینیم هر هفته بعد از اینکه خانوم ها تشریف میبرن اینجا مثل یک جای چی میگن جنگ زده چی زده نمیدونم زلزله زده اینها. خب فکر کنن که اینجا عرض میشود حسینی خانه امام زمان خانه خودشونه مواظب بچه هاشون باشن بچه هاشون رو این دیوان ها رو ریز ریز میکنن میریزن ظرف های غذا رو سرازیر میکنن. اینها درست نیست. اینها ما که آنها غیر از این که در اینجا هستیم مسلمان هستیم هم اسلام هم عرض می شود که حقوق الناس اینها رو رعایت میکنن خانوم ها نشینن صحبت کنن بچه هاشون رو رها کنن هر کار دلشون میخواد بکنن. مجلس مجلس اهل بیت ما اگر بفهمیم که این مجلس چقدر عظمت داره چقدر در نزد خدا که امام صادق علیه السلام به اون شخص هم از امام باقر هست روایت عین این روایت از امام صادق علیه السلام هم هست که از طلب میپرسه که شماها جلسه میگیرید دور هم دیگه مینشینید از ما میگید قلت نعم یا ابن رسول الله فرمود ان تلک المجالس احبها من این مجالس رو دوست دارم تا احیو امر ما رو احیا کنید. یعنی این مجالسیست که امام زمان علیه السلام نظر داره فلذا اینجا با نیت انسان بیاد انشاءالله همه با حوائج مقضی از این برآورده شده از این خانه امام زمان و مجلس پیغمبر و مجلس امام مجتبی انشاءالله خارج بشیم و التماس دام زیاد گفتن برادران خواهران مراقب باشن انشاءالله فقط حاجت های خودشون رو نگن دیگران رم دعا کنن. دیگران که التماس دعا گفتن چند تا مریض یک مریضی گفتن که از برادران افغانی بین آسانسور
عرض می شود که در فشار واقع شده، نمی کنم عرض می شود که دچار عرض می شود جراحات های داخلی شده خیلی سخت، همه التماس دعا گفتن، همه رو دعا کنید، مریض ها رو دعا کنید. انشاءالله از این مجلس زیارت اهل بیت و مجالس اهل بیت، یه روایت عرض می شود که این روایت برای شما بخونم با یه ذکر یک صلوات قدرا. این روایت رو شیخ در تهذیب نقل میکنه. روایت میفرماید قال الحسن بن علی علیه السلام یا رسول الله ما لمن زارنا، امام حسن علیه السلام از جدش پیغمبر سوال میکنه چه ثوابی است برای کسی که زیارت کند ما را. قال صلی الله علیه و آله من زارنی حیاً و میتاً، هر کس زیارت کند مرا در زنده بودنم و بعد از ارتحال، بعد از مرگ من زیارت کند، زیارت قبر من. روایات از این قبیل زیاد داریم، در خلاف کلام وهابی ها که میگن زیارت قبر و زیارت مردگان و عرض میشود که اینها همه شرک است. و چه پیغمبر دعوت به زیارت کرد، من زارنی حیاً و میتاً او زار اباک حیاً و میتاً، یا پدر تو را یعنی علی ابن ابی طالب را حیاً و میتاً زیارت کند، او زار اخاک امام حسین علیه السلام حیاً و میتاً، او زارک یا تو را زیارت کند حیاً و میتاً، کان حقاً علی ان استنقذه یوم القیامه، حق است بر من به گردن من که روز قیامت او را نجات بدم، دست او را بگیرم. چنین ثوابی برای زیارت اینها. اینه که فرمود ثقلین رو میگذارم اهل بیت و کنار قرآن قرار داد، و خود این قرین بودن به قرآن که خیلی مسائل میشه ازش استنباط کرد، من جمله عصمت اهل بیت، همچنان که قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدی، امیر المؤمنین فرمود هیچ خطایی نقصانی درش نیست اون کسی که عدل قرآن واقع شده که اهل بیته، او همچنین است. وقتی که پیغمبر فرمود برید دنبال این، من اینو بر میان شما گذاشتم، اگر اهل بیت ذره ای از مسیر مستقیم صراط مستقیم تخطی داشته باشن، دعوت پیغمبر به غیر صراط مستقیم شده، پس معلوم اون راه و اون صراط صراطیست که هیچ گونه اعوجاج و خطایی درش نیست، هیچ گونه معصیتی درش نیست، عصمت محض است. فلذا دعوت به تبعیت هم دعوت مطلق است، هیچ قیدی زده نشده است. اینی تارکن فیکم الثقل، تا زمانی که تمسک بجویید به اینها، تمسک جستن یعنی ما دست به دامن قرآن، دست به دامن اهل بیت میشیم. اهل بیت اگر عصمت نداشته باشن، ما دست به دامن غیر معصوم شدیم. غیر معصوم هم یعنی خطا میکنه، اشتباه میکنه. پیغمبرم فرمود تا زمانی که دست به دامن اینا بشی شما گمراه نمیشید. اصلا اینها ضد نقیز این کلمه. مسائل زیادی از این استفاده میشه، کتاب ها نوشتن علما بزرگان راجع به این حدیث ثقلین. حالا وقتش نیست، یه وقت فرصت شد این حدیث ثقلین رو بشکافیم و مسائل زیادی ازش استفاده میشه.
پیغمبر اون توحید رو آورد و مردم رو اونچنان هدایت کرد و رحمتا للعالمین، اون لحظه ای که از دنیا میخواست بره باز سفارش امتش رو فرمود. وقتی در بستر رحلت بود در میزدن کیه، رفتن به در یه جوان عربیست. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که پدرم حال ملاقات نداره، یه وقت دیگه ای. مرتبه دوم آمد باز همین جواب دادن. مرتبه سوم در این روایت می فرماید پیغمبر سر از بالین برداشت، فرمود که چرا راه نمی دیدین بیاد تو؟ این کسیست که از هیچ کسی اجازه نمی گیره، هیچ دری را نمی زنه. کیه یا رسول الله؟ این عزرائیل، این به شکل جوان آمده. الملائکه یتشکل و به اشکال مختلفه سو الکلب و الخنزیر. آمده است، در رو باز کردن، آمد نشست. عرض کرد یا رسول الله، رب العالمین به تو سلام میرساند، خدا به تو سلام میرساند، اهل سماوات همه منتظرن، اگر شما مایل باشید اجازه بدید من برای قبض روح شما. تنها کسی که این معنا براش هست فقط خاتمه، لازم هیچ پیغمبری نیست. حضرت سلیمان اون بالا ایستاده بود نگاه میکرد، پایین رو تکیه داده بود رو عصا، داشتن کار میکردن. همه که تکیه داده بود عزرائیل اومد گفت بریم، مهلتش نداد. فما دلهم على موته الا دابت الارض تأكل من سعته. قرآن کریم میفرماید مردم نفهمیدن، مدت ها مرده بود تا اینکه موریانه زیر این عصای سلیمان رو خورد، عصا کوتاه شد از زیر بغلش افتاد، جنازه افتاد، اومدن دیدن که مدت هاست از دنیا رفته. اما اینجا جایی که میاد اجازه میگیره. پیغمبر فرمود که صبر کنید تا جبرئیل بیاد. جبرئیل آمد و این روایت عجیبه واقعا. حضرت به جبرئیل میفرمد در چنین موقعیتی ما رو تنها گذاشتی، چه خیلی موقعیت سختیست. امیر المومنین می فرماید اجتمعت علیه السکرات فغیر موصوف ما نزل به. سکراتی حاصل میشه بر انسان که وصف نشده نیست، نمیشه وصفش کرد. اون اول فصیح و اول بلیغ عالم علی ابن ابی طالب می فرماید وصف شده نیست. تا باید دید تا ببینیم چه خبر. اونهایی که دیدن چشیدن طعم مرگ را که نیستن ازشون بپرسیم، ما هم که نچشیدیم. انشاءالله خداوند اون لحظه رو بر همه ما آسان و مبارک بگرداند. انشاءالله پیغمبر فرمود که ما رو تنها گذاشتی، جبرئیل با سلام عرض کرد از رب العالمین. پیغمبر فرمود که ما یک تقاضایی داریم، اگر تقاضای ما انجام بشه دل ما مطمئن بشه دیگه آماده قبض روحیم. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، خداوند متعال می‌فرماید هر چی می‌خوای از ما بخواه. 23 سال در راه رسالت ما رنج کشیده ای، اونم چه رنجی، چه مشقتی، هر چی میخوای از ما بخوا. چی خواست پیغمبر؟ نه سفارش یک تا دخترش، نه سفارش عزیزانش، تنها سفارشی که کرد سفارش امتش. امت من گناهکار است، من میخوام در قیامت اجازه شفاعت داشته باشم. جبرئیل
از خداوند متعال پیغام آورد. خداوند متعال به تو سلام میرساند، میگه در قیامت اونقدر به تو ببخشیم که تو راضی بشی. و نسوف یعطی که ربک فترضا. تا این اطمینان رو بهش دادن به عزرائیل گفت من آمادم برای قبض رو، من نگرانیم برطرف شد، نگرانیم امتم. میفرماید آخرین جمله‌ای که لب باز کرد و گفت، لب رو هم گذاشت از دنیا رفت، این جمله بود: رب امتی، یعنی خدایا امتم. ما کجا بود؟ او کجا؟ ما در چه فکریم و او در چه فکری بود؟ و ما قاصریم و مقصر در حق پیغمبر. امت خوبی نبودیم برای او، به وظیفه عمل نکردیم، حق او رو ادا نکردیم. ولیکن او رحمت للعالمین. جبرئیل آمده، میکائیل و اسرافیل آمدن، سلام علیکم، همه آمدن، ملائکه مقربین آمدن، عزرائیل مشغول قبض روح، امیر المؤمنین بالای سر پیغمبر نشست، سر پیغمبر رو رو زانو گذاشت، بعد به سینه چسبانید. خودش فرمود پیغمبر از دنیا رفت و ان رأسه لعلا صدر، سر او روی سینه من بود که از دنیا رفت. در چنین لحظاتی امیر المؤمنین دست برداشت گریبان پیغمبر رو باز کرد. از مستحبات کسی که از دنیا میره رو به قبله میکنن، از مستحبات در حال جان دادن، من جمله این که سینه رو باز بزنن، اگر یقش بسته است ببندن، باز کنن، لباس سنگینی تنشه باز بکنن. حالا چه حکمتی درش هست؟ چون در بعضی روایات در آخر جایی که روح از بدن مفارقت میکنه از سینه است، سینه رو سبک کرد، در همین حال در باز شد، امام حسین وارد شد. امام حسین دمیدن داخل. سید الشهدا خودش روی سینه پیغمبر، امام حسن خودش روی سینه پیغمبر. امیر المؤمنین آمد به عجله، بچه ها رو برداره، تا اومد دست بچه ها رو بگیره، پیغمبر با دست اشاره فرمود دعهما اشمهما و یشمان و اودعهما و یودعان، رها کن بچه ها، اینها با من ودا کنن، من با اونها ودا کنم، اینها مرو ببوین، من هم اونها رو ببویم، یعنی اینها رو سینه من باشه، نه اینکه بر من سخت باشه، من راحت تر جان میدم. عجیبه، در اون واپسین لحظات وقتی فاطمه وارد اتاق شد، گریه میکنه پیغمبر، یه نگاهی به چهره فاطمه کرد، یه نگاهی به پدر کرد، فرمود بدون تو نمیتوانم زنده باشم، ساعتی بدون تو نمیتوانم زنده باشم، یعنی بدون حسنم، بدون حسینم، بدون زینبم ممکنه، اما بدون تو نه. عجیب علاقه داره حضرت زهرا به پیغمبر. و لذا بعد از امروز مثل فردایی که گذشت، 45 روز یا 75 روز یا 95 روز، سه روایت، ملحق شد به پدر.
و تمام این ایام رو گریه میکرد. یه نگاهی به چهره پیغمبر کرد، گریه میکرد، دید که وداع آخره. خب گوش کن، شب 28 میدیم این چه خبره. دید لحظات آخره مفارقته. یه نگاهی کرد به پیغمبر، عرض کرد بابا کجا ببینمت قدم، یعنی فردا، فردای قیامت تو رو کجا ببینم. فرمود دخترم منو کنار جسر جهنم پیدا کن، من اونجا هستم. قیامت چی خبره؟ اون روز چه روزیست؟ یوم تزع کل مرزعت اما ارزحت. قرآن میگه چه خبر اون روز. عرض کرد پدر جان بدن تو که بر آتش جهنم حرام از کنار جسر جهنم. فرمود اونجا کنار جسر جهنم هستم تا گذران از جسر جهنم و پل صراط بر امت من آسان بشه. گفت اگر ندیدمت اونجا کجا ببینمت؟ قیامت دیگه. میگم قیامت چه خبره؟ فرمود در قنطره هفتم از قناطر پل صراط، ایستگاه هفتم. حالا اینم خودش از داستانیست. فرمود عرض کرد بابا اونجا چی میکنی؟ فرمود اونجا میستم وساطت کنم پیش مظلوم، وساطت ظالم را از مظلوم میخوام که از اون ظالم بگذرد. الله اکبر. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میخواد اونی که دچار ظلم و آلوده ظلم شده در دنیا بلکه او را هم نجات شفاعت میکنم بلکه قبول کنم. گفت پدر جان اگر اونجا ندیدمت، فرمود در مقام شفاعت اونجا چه میکنی؟ اونجا طلب میکنم حق خالق رو از گردن خلق و خلق رو از گردن خلق. یعنی کارم فقط وساطت، کارم شفاعت، کارم دستگیریه، کارم اینه که مردم رو به بهشت دعوت کنم. قربانت بریم یا رسول الله. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو چنین پیغمبری. وقتی در احد سنگ به پیشانیش زدن، پیشانی شکسته، دندان شکسته، خون بر صورت و محاسن جاری، لباس خونی، اون لباس کرباس که دو مرتبه باز شد، یکی بعد از جنگ، یکی هم به دست مقدس امام زمان خواهد بود، این پیراهن کرباس که خواهد آورد بعد از ظهور. گفت من دیدم دستش گرفته، این دندان شکستم تو دستش، گفتم داره مردمو نفرین میکنه. رفتم جلو ببینم چی میگه پیغمبر، چه نفرینی میکنه. دیدم که نه نفرینی میکنه، داره دعا میکنه. اونم چه دعایی؟ بالاترین گوهر ناب وجود رو برای مردم میخواد. میفرماد اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا چی طلب میکنه؟ اون گوهر نایاب هدایت. خدایا اولم نمیفرمد اینا رو هدایت کن، این قوم رو هدایت کن. میفرمد قومی، یعنی اینا هرچی هستن خلاص قوم منم، وابسته به منم، بسته به منم، که میخواد جلب رضایت رب العالمین رو بکنه. یعنی اگه به اینها ترحم کنی، اینها وابسته به منم. اللهم اهد قومی. بعدم از طرف اونها عذرخواهی میکنه. خدایا اگر اینا چنین کردن، اگر با من چنین کردن،
اگر شمشیر مقابل من کشیدن، اگر با سنگ میزنن، انهم لا یعلمون، این جاهل هم از جهالتشونه. خدایا تو هدایتشون کن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما وظیفه‌مون چیه نسبت به این پیغمبر رحمت؟ خوب امتی باش، نماز رو آورد، روزه رو آورد، قرآن رو آورد، تقوا رو آورد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اونی که وظیفه ماست نسبت به پیغمبر امت خوب بودن، نماز و اول وقت خوندن، مقید به نماز بودن، مواظبت بر آلوده نشدن به حرام، واجبات را عمل کردن تا جایی که می توانیم عمل به وظیفه بکنیم، بعد از اون بزرگوار بخوایم که مشمول شفاعت کبرای او، که حالا وقت نیست که براتون عرض کنم که قیامت چه خبره، که تمام انبیا با امتهاشون میان متوسل به پیغمبر میشن، عیسی میاد با امتش، موسی میاد با امتش، همه میان، 124,000 پیغمبر میان، همه میان در خانه پیغمبر و همه متوسل به پیغمبر. وقت اونجا چه داستانیه بقیهش باشه فاطمیه، که اونجا اون داستانی که پیغمبر همه رو روز محشر حواله به دخترش فاطمه، اونجا میرن که امام باقر فرمود اون علیه مرتون، اون چادری که کشیده میشه در سطح محشر، هر کس دستشو به گوشه از اون چادر برسانه هدایت به بهشت و اون برکت پیغمبر و کوثر پیغمبر که در قیامت خواهد. اون داستان از اون طرف، این سفارش پیغمبر، و این امت چه کردن با سفارشی پیغمبر؟ پیغمبر فرمود ما هرچی زحمت کشیدیم مزد از شما نمیخواد، تنها مزد ما اینه که بعد از ما با بچه های ما مهربان باشی، دوست بدارید اینها. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. با این قربان چه کردن؟ با اول کسی که بدرفتاری کردن، یک تا دخترش بود که بین در و دیوار واقع شد و اون مسائل، مظلومیت امیر المؤمنین، خانه نشینی امیر المؤمنین، و بعدم با وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، شب شهادت امام مجتبی است، تمثلمون به این در خانه امام مجتبی، خود پیغمبر هم راضی است، تا همینجا کافی است، به این در خانه امام مجتبی علیه السلام. پیغمبر تشییع نشد در همون خانه‌ای که از دنیا رحلت فرمود، همونجا دفن شد. حضرت زهرا هم تشییع نشد، نیمه دل شب برده شد. امیرالمؤمنین هم تشییع نشد، او هم نیمه شب دفن شد. اول کسی از اهل بیت که تشییع شد امام مجتبی. ای کاش امام مجتبی را هم تشییع نمی کردن، اون هم نیمه شب برمی داشتن. در اون تشییع که تشییع مفصلی شد، در عبارت میگه لو طرح ابرتون لما وقع الا على رأس انسان. اگر سوزنی انداخته می شد روی سر افراد بود، جا نبود. این هم نتونستن ببینن این همه ما زحمت کشیدیم که علاقه اهل بیت از دل این مردم در بیاری، زحمت هایی که معاویه کشید، دیگران کارهایی که کردن، این نتیجهش نتوانستن. چه کردن؟ دستور دادن بدن رو تیر بارون بکنن. حالا که خود امام با
باز سفارش فرموده بود به امام حسین که راضی نیستم پای جنازه من خونی ریخته میشه. خیلی مظلومیت عجیبی داره امام حسن، هنوزم مظلومه، هنوزم بعضی شیعه ها درست نمیشناسن امام حسن رو نمیشناسن. بله امام حسین اهل قیام و مبارزه و اینا، امام حسن قربونش برم اهل جنگ و اینها رو نمیفهمن، امام شناس نیست. اگر امام شناس باشه میدونه بین ائمه هیچ فرقی نیست، اونم اون امام حسن، اون شجاعت امام حسن، اون عظمت امام حسن. جنگ ها رو ببینید، در جنگ جمل چه کرد، در جنگ صفین چه کرد، کنار پدرش امیر المؤمنین حضرت به محمد حنفیه، پسر امیر المؤمنین بود، مادرش حنفیه بود، اسمش معروفه به محمد حنفیه به اسم مادرش میگن، پسر امیر المؤمنین. وقتی حمله کرد حضرت نپسندید حمله محمد حنفی. محمد حنفی هم شخص جنگجو مبارزی بود، اما مورد پسند حضرت نشد. از یمین و یسار میره، امیرالمومنین سوار اسب شد، فضربه به قائم سیفه، با پهلوی شمشیر به پشت محمد زد، فرمود برگرد. ادرکک عرق من امک، یک رگ از مادر به تو به ارث رسیده، تو پسر علی هستی. اومد کنار، رو کرد به امام حسن، فرمود سر بسم الله، بسم الله بگو تو حمله کن. امام حسن حمله کرد، صف دشمنان رو که بسته بودن یک یک شکافت، رفت تا کجا؟ نزدیکی های عرض می شود که اون ناقه عایشه. محمد سرش انداخت پایین، خیلی خجالت کشید. امیرالمؤمنین نگاه می کرد، فرمود پسرم ناراحت نباش، تو پسر منی، ولیکن حسن پسر رسول خداست، فرزند رسول خداست، یعنی مادر تو حنفیه از مادر او فاطمه است، فرق تو با او برادرت اینه. این شجاعت امام حسن در جنگ صفین اینقدر رفت جلو و جراحت برداشت، هم امام حسن هم امام حسین. نسبت به امام حسن، بردارید نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمؤمنین فرمود املکو عنی هذا الغلام، بگیرید این جوان را، میترسم کشته بشه، نسل پیغمبر منقرض بشه. خیلی دل عرض میشود که بی محابا به دل دشمن میزنه. امیرالمؤمنین جلوی جنگ کردن او رو میگیره. امام حسن اهل نبرد نیست، تو امام شناس نیستی، موقعیت رو باید بسنجی، چه بود، چه وضعی بود، چه موقعیتی بود. همون موقعیتی که جدش رسول خدا صلح حدیبیه داشت، پدرش امیر المؤمنین با عرض می شود که معاویه داشت، برای ایشونم پیش آمد. حالا وقت اون صحبت ها نیست. این امام حسن، این شجاعت و این مظلومیت، در عین شجاعت دوست و دشمن به او زخم زبان بزند، گفت جراحات و سنان و هل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو، زخم شمشیر و نیزه قابل عرض می شود که مداواست، اما زخمی که بر زخم زبان بر جگر انسان وارد میشه، این قابل التیام نیست. زخم زبان می زدن به امام علیه السلام، می آمد مثلا سلام بکنه، از شیعیان خود حضرت هم السلام علیه یا مذل المؤمنی، سلام بر تو و عیاذ بالله، کسی که ذلیل کردی مؤمنین را، یعنی قبول صلح کردی. اینجور میگفتن به امام، اینجور اذیت میکرد. گفت رفتم خدمتش، دیدم که همینطور عشق میاد رو محاسن، از محاسن چک میریزه. گفتم یبن رسول الله به امام حسن چی آقا؟ فرمود من
از در خانه که میرم بیرون این گوشام فقط سبب پدرم امیر المؤمنین رو میشنود. ناسزا میگن، بد میگن، چه ها کردم چون شب شهادته میگم. وارد مجلس شد، اینا به هم دیگه چشمک زده بودن. وقتی امام حسن وارد شد جا ندید، دیدید وقتی مجلس پره یک کسی میاد، مخصوصا اگر یک پیر مردی باشه، یک مقامی باشه، مردم رعایت میکنن، مثلا جوان ترها بلند میشن، جاشونو میدن که بنشینه، احترام. اینها تجافی کردن که امام جا نباشه برای نشستن. دور میزد امام حسن رسید به مقیره. مقیرم تجافی کرده بود، فرمود انت الذی غربت امی، تو همونی بودی که مادر ما رو زدی، تو باید هم چنین باشی. وقتی با مادر ما چنین کردی، با ما هم باید میشد. این امام مظلوم، حیاتش مظلومیت، جوانیش، کودکیش، کنار پدر امیر، پدرش امیر المؤمنین، مظلومیت در مدت امامتش هم همینطور. مردنم مردن مظلومانه. انسان هر بدی که میبینه میره تو خونه دیگه پیش زن و بچهش راحت باشه. حضرت تو خونه که میاد همسرش هم قاتلش، همسرش قاتلش میشه. در خامه مظلوم، موقع جان دادن مظلوم، در تشییع جنازه بدن تیر باران مظلوم، قبرشم مظلوم، الانم هنوز مظلوم. این کریم اهل بیت، امشب دامن امام حسن رو بگید. دیگه گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ مبادا کاهل باشی، بگیر انشاءالله. من به دلم افتاده همه شما با حاجت روا امشب بیرون میرید به حقیقت امام مجتبا کریم اهل بیت. امام دوم و سبت رسول و پور بتون که زر جلال بنامید از ازل حسنش، چه هر واقعی شنید از زبان دشمن و دوست، که بود سخت‌تر از زخم نیزه بر بدنش. امام حسین آمده کنار بستر برادر، اون لحظات آخر فرمود دستت بده، دست منو بگیر. فرمود برادر هر وقت دستتو فشار دادم به اون لحظه ایست که دیگه روح داره مفارقت میکنه. همه آمدن، بیبی زینب آمد، تش رو که دیدن، وضع رو که دیدن، همه ناراحت. امام حسین نگاه به صورت برادر رو میکنه، همینطور عشق میریزه. یک مرتبه امام حسن برگشت نگاهی کرد، فرمود برادرم تو گریه میکنی برای من، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست حسین، روز تو روز دیگریست. در همین آن یک مرتبه دست امام حسین رو فشار داد، یک مرتبه صدای ناله سید شهدا بلند شد، همه فهمیدن که امام حسن رو از دست داد. آمد وقتی اون جنایت رو مرتکب شدن، آوردن در قبرستان وقتی بدن مطهر رو، امام حسین وارد خاک شد، قبر شد، جنازه رو به دستش دادن، گذاشت میان قبر. این اشعار و روزه ای که امام حسین خونده اینا رو میخونم، از همه شما التماس دعا شما گریه کنید. میگن دیدیم آقا سید شهدا وقتی بند کفن رو باز کرد، صورت رو گذاشت روی خاک،
خم شد صورتش روی صورت برادر گذار. این جملات امام حسین گفت، این او رو بخونم بنا، اعدو هون راسی ام اتید محاسی و راسک معفور و انت سمیمون. برادرم دیگه به خودم عطر نمیزنم، از این لحظه ای که با دست خودم صورت تو روی خاکم، بکائی طویل و دموع غزیر و انت بعید و المزار غریب. دیگه گریه می کنم در فراغم، تو رفتی از دست من، دور شدی از من، قبر تو الان به من نزدیک، جسد تو به من نزدیک. فلیس حریب من اصیب از مالکی، قارت زده اون نیست که مالشو ببرن، قارت زده حسینه که مثل دو برادری را از دست داد. ولیکن من وارا اخاه حریب. گفت و گفت اون چه دلش خواست با بدن برادر گفت، اما یه جمله رو اینجا نگفت، یه جمله رو ذخیره کرد کنار نهر القمه، کنار بدن قطعه قطعه عباسش. اونجا صدا زد، اخی الان انکسر بحری، برادرم بگه کمرم شکست، و قلت حیلتی و انقطع رجایی. ها اسم باب الحوائجم آمد، آنه که حاجت داری به دامن گره و انگه سرش را همی بوید، خونین پیکرش را شکستی، پشتم ای شمشاد آمد، نمیابد درست می تا قیام. من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، از چراغ انجمن در انجمن تنها سرم، از چراغ انجمن در انجمن تنها سرم. برادران اومده بشن برای سمتنی. من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم، من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم. من غریب خانم، من غریب خانم، در وطن بیگانم، در وطن بیگانم، و شهیدا و حسن، و شهیدا و حسن، و
شهید آقا حسن، با شهید آقا حسن، با شهید آقا حسن، با شهید آقا حسن، با شهید آقا حسن، من امام مجتبا ریحانه پیغمبر، من امام مجتبا ریحانه پیغمبر، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم، من غریب خانم در وطن بیگانم، من غریب خانم در وطن بیگانم، با شهید آقا حسن، 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 در سنین کودکی، در سنین کودکی زهرا برایم گریه کرد، در سنین کودکی، در سنین کودکی زهرا برایم گریه کرد، از غریبی ماهیه، از غریبی ماهیه دریا برایم گریه کرد، تا قیامت تربتم شد گواه غربتم، تا قیامت تربتم شد گواه غربتم، وا شهید آقا حسن، 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 من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، ماشاءالله، امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم، من غریب خانم در وطن بیگانم، من غریب خانم در وطن بیگانم، وا شهید آقا حسن، وا شهید آقا حسن، وا شهید آقا حسن، وا شهید آقا حسن، بود و خالی جای بابایم امیرالمومنین، بود و خالی جای بابایم امیرالمومنین، پیش چشم مادرم، پیش چشم مادرم در کوچه شد نقش زمین، پیش چشم مادرم در کوچه شد نقش زمین، پاره شد آنجا دلم، پاره شد آنجا دلم، گشت ثانی قاتلم، گشت ثانی قاتلم، وا شهید آقا حسن، 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 من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم، از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم،
من قریب خانم در وطن بیگانم، من قریب خانم در وطن بیگانم، وا شهید وا حسن، 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 وا حسن، وا شهید وا حسن، سحنه و زخم زبان و زهر بی صابم نکرد، سحنه و زخم زبان و زهر بی صابم نکرد، قصه ایمانند داغ فاطمه آبم نکرد، قصه ایمانند داغ فاطمه آبم نکرد، می رود روح از تنم با مغیر دیدنم، می رود روح از تنم با مغیر دیدنم، با شهید و با حسن، 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 با شهید و با حسن. من که عمری عزت اسلام و دینم گفتم، من که عمری عزت اسلام و دینم گفتم، دشمنانم یا مذل المؤمنینم گفتم، دشمنانم یا مذل المؤمنینم گفتم، شد قضا خون دلم، شد قضا خون دلم، گشته یارم قاتلم، گشته یارم قاتلم، وا شهید وا حسن، 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 وا شهید وا حسن. من امام مجتبا ریحانه پیغمبرم، من امام مجتبا همه پیغمبرم، از چراغ انجمن در انجمن زنها سرم، از چراغ انجمن هر انجمن زنها ترم، من قریب خانه هم هر وطن بیگانه هم، من قریب خانه هم در وطن بیگانه هم، حسن، با شهید با حسن، از غم بیاریم، از غم بیاریم خون بر دل یاران شده، از غم بیاریم خون بر دل یاران شده، جسم از گل بهترم با تیر گل باران شده، جسم از گل بهترم با تیر گل باران شده، تا قیامت صبر من شد عیان از قبر من، تا قیامت صبر من شد عیان از قبر من، وا شهید وا حسن، 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 با شهید و با حسن، با شهید و با حسن، ای غریب در
من بزنون هم به خانه هم در وطن مظلوم هم به خانه هم در وطن مظلوم یا حسن 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 مظلوم شمع انجمن هایی تو که خود شمع انجمن هایی از چه مظلومی از چه تنهایی از چه مظلومی از چه تنهایی یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم ای تمام عمر خورد خون دل همرهت دشمن همسرت باطل همرهت دشمن همسرت باطل مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم در دلت خون از فتنه اعدا بر جگر داغ مادرت زهرا در عزایت خون قلب پیکرت با تیر لال باران شد پیکرت با تیر لال باران شد یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم ناله در دل خون در جگر داری ناله در دل خون در جگر داری ارث مظلومی از پدر داری ارث مظلومی از پدر داری یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم ای بقیعت را قلب ما حائر ای بقیعت را قلب ما حائر مانده از تو یک قبر بی‌زائر مانده از تو یک قبر بی‌زائر یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم ای غریب در انجمن مظلوم ای غریب در انجمن مظلوم هم به خانه هم در وطن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم یا حسن